مونا حیدری نام زنی که دیگر سر ندارد، دختری 17 ساله که خود در کودکی مادر پسری 3 ساله بود. او به اجبار خانواده در کودکی با سجاد حیدری پسر عمویش ازدواج کرد و بارها مورد ضرب و شتم همسرش قرار گرفت. مونا بارها به خانه پدرش پناه برده بود اما او را به منزل سجاد برگردانده بودند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته او بارها به نزدیکانش گفته بود که سجاد همیشه قصد انتقام از او را داشته، زیرا همه می دانستند که ازدواج مونا اجباری بود و سجاد می گفت مونا او را بی آبرو کرده. این منبع آگاه میگوید مونا پس از آشنایی با مردی سوری به ترکیه فرار و با آن مرد ازدواج کرد. در آن دوره عکس‌های مشترکش را برای دوستانش میفرستاده و آنها هم عکس‌ها را برای همسر و خانواده مونا ارسال می‌کردند، اقدامی که باعث تحریک بیشتر سجاد می‌شد. مونا در ترکیه هم مورد آزار و سوء استفاده مرد سوری قرار می‌گیرد و در نهایت با اعتماد به وعده‌های پدر و عمویش برای حفظ امنیت او به ایران باز می‌گردد. روزی که سجاد و علی حیدری مونا را می‌کشند، کلانتری پیکر بی‌سر مونا را پیدا می‌کند. سجاد سر مونا را در دست می‌گیرد و در میدان کسایی محله خشایار اهواز می‌چرخاند تا به اهالی شهر اثبات کند مردی بی آبرو و بی غیرت نیست. آدم راستم جبنا. ای. ای، اسبع ای. آش نشمی، ارکب. حالا سجاد حیدری و علی حیدری به دلیل قتل بازداشت شدند. این منبع آگاه میگوید برخلاف شایعات مبنی بر مصرف مواد مخدر قاتلان هنگام ارتکاب جرم و داشتن بیماری روانی، نتیجه تست روانشناسی این دو نفر پس از بازداشت نشان داده دارای اختلال روانی نیستند و تحقیقات بر این پرونده در شعبه 18 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در جریان است. بازداشت قاتلان مونا حیدری در حالی است که خانواده او هنوز شکایتی علیه این دو قاتل ثبت نکردند. مادر قاتل هم به خبرنگار فارس گفته پسرم برای نشان دادن غیرتش سر همسرش را برید. اولین واکنش رسمی به این فاجعه توقیف خبرگزاری رکنا بود، رسانه‌ای که خبر و فیلم را منتشر کرد. انسی خزعلی معاون رئیس جمهور هم گفته عده‌ای در ایران به نام ناموس داعشوار جنایت می‌کنند. او در توییترش نوشت نمی‌توان از نقش قوانین بازدارنده در کاهش این آسیب‌ها غفلت کرد. نماینده مردم سبزوار در مجلس هم گفته تمام تقصیرها را گردن قانون نیندازید و قتل مونا حیدری هم ربطی به کودک همسری ندارد. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفته رسانه‌ها نباید هر اتفاق بدی را منعکس کنند. شاید به همین دلیل است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم طوری رفتار کرد که گویا مونا حیدری وجود نداشته. صدا و سیمایی که ترجیح می‌دهد از هر فرصتی برای ترویج سنت‌گرایی، مردسالاری، ناموس پرستی و غیرت استفاده کند و پدر، شوهر و برادر را مالک زن بداند. زیادیشو بگم ها، الان ولی منم درک می‌کنم. برادر بزرگی که، برادر کوچیکی که رو خواهرش تعصب نداشته باشه، غیرت نداشته باشه، بهش سخت نگیره، باید به علاقه برادر شک کرد. نظامی که طی 43 سال گذشته با اتکا به شرع، اسلام و قانون مردم را برای تماشای صحنه اعدام، قطع عضو، شلاق به میدانهای شهر می کشاند و از گسترش وحشت و خشونت ابایی ندارد. قتل مونا حیدری اگرچه به دست سجاد و علی حیدری رقم خورد، اما قاتلان دیگری هم دارد. قوانین مغایر حقوق زنان، سنتها، باورهای پوسیده، شرع و نظام مردسالار حاکم بر جمهوری اسلامی. شبنم آذر.